به نام خدا. در این فصل با قسمت مدل سازی در خدمتتون خواهیم بود. همونجور که خدمتتون عرض کردم، ما باید بتونیم سیستم رو، پروسه رو، مدلش رو در بیاریم. اگر هر چقدر ما دقیق‌تر مدل رو به دست بیاریم، میتونیم طراحی کنترلر بهتری داشته باشیم. البته هر چقدر این مدل ساده‌تر باشه، طراحی المان‌های دیگه، تجهیزات ابزار دقیقی و کنترلر برای ما راحت‌تر خواهد. مدل ها زندگی ما انواع مدلی وجود داره، مدل های ریاضی، آماری، گرافیکی، مدل های اقتصادی که متخصصین هر حوزه از اونها استفاده میکنن و نتایج رو تحلیل میکنن و یا فیدبک میگیرن. اما مدل هایی که توی صنعت وجود دارن معمولا به 4 دسته تقسیم میشن: مدل های مکانیکی، الکتریکی، الکترومکانیکی و شیمیایی. ما برای اینکه اینا رو بتونیم مدل سازی کنیم، برای هر دسته قوانین خاص خودش رو داریم. مثلا ما میدونیم که برای سیستم های الکتریکی ما باید از قوانین KVL-KCL استفاده کنیم، یا برای سیستم های شیمیایی ما باید از ماس بالانس و انرژی بالانس استفاده کنیم، از قوانین بقای انرژی و جه، یا برای سیستم های مکانیکی قوانین نیوتن جوابگو هستن. ولی اینا رو یادتون باشه، اینها روی کاغذ جواب میده. توی سیستم های صنعتی واقعی ما از درس شناسایی سیستم که باهاش احتمالاً آشنا هستین استفاده می‌کنیم. یعنی یک بلاک وجود داره، یک بلوک وجود داره که فقط ورودی و خروجی اون تحت اختیار ماست، ما می‌بینیمش، و با استفاده از این ورودی و خروجی ما باید بتونیم یک مدل قابل اعتماد طراحی کنیم و بسازیم و بعد کارهایی که می‌خوایم رو مدل پیاده سازی بکنیم. ولی خب دونستن این روش‌های مدل سازی 4-5 تا قانونی که خدمتتون گفتم ضروری هست برای اینکه یک دید درستی به ما بده. در مورد نمایش این سیستم ها، ما 3 نوع روش نمایش داریم: نمایش های SFG، بلوک دیاگرامی و ریاضیاتی. با نمایش های SFG و بلوک دیاگرامی شما در درس خطی آشنا شدید، همینطور با روش تابع تبدیل و معادلات دیفرانسیل. معمولا فضای حالت روشیه که خیلی استفاده میشه و زیاد بیان نمیشه. ما اینجا میخوایم فقط نحوه استفاده از این قوانین رو قبل از اینکه مدل سازی بکنیم، بتونیم وارد مدل سازی بشیم، ما میخوایم در مورد فضای حالت یه ذره صحبت بکنیم. در مورد نمودارهای SFG و دیاگرامی فکر کنم به حد کافی در درس خطی شما باهاشون آشنا شدین که از قوانین میسون استفاده میکردیم و نسبت رابطه بین مثلا خروجی به ورودی رو، تابع تبدیل رو به دست می آوردیم. ما در این بحث با اینها کاری نداریم، ولی در مورد معادلات دیفرانسیل و تابع تبدیل و فضای حالت که روش های ریاضیاتی هستن، یک کمی قبل از شروع مدل سازی صحبت خواهیم کرد. فضای حالت از استیت ها تشکیل شده. یعنی چی؟ ببینید، شما مثلا میخواین دمای یک اتاق رو کنترل بکنید. اول باید بدونید چه چیزهایی برای شما اهمیت داره و چه چیزهایی در طراحی شما باید در نظر گرفته بشه. هر چیزی رو که شما در طراحیتون در نظر بگیرین و براتون اهمیت داشته باشه به اون استیت. مثلا شما در طراحی این دمای اتاق فرض کنید که باز شدن پنجره رو یکی از استیت ها در نظر گرفتین، یکی از متغیرها در نظر گرفتین، پس این متغیر یک استیت. یا مثلا تبادل انرژی گرمایی بین دیوار و بیرون رو در نظر نگرفتیم، پس این استیت نیست. هر چیزی که برای شما اهمیت داشته باشه استیت نامیده میشه که در اون کنترل، در اون طراحی تاثیر داره. مجموعه ای از این استیت ها رو اگر توی بردار قرار بدیم بهش میگیم استیت وکتور. این هم تعریف بردار حالت هست. فرض کنید سیستم شما از یک سری ورودی، از یک سری خروجی و از یک سری متغیرهای حالت تشکیل شده. درسته، همه سیستم ها همینن دیگه، از ورودی و خروجی متغیر حالت تشکیل شده. بسیار، ما اگه بخوایم تغییرات این متغیر حالت رو x.1 رو، یعنی اگر متغیر حالت رو x بگیریم، تغییرات این متغیر حالت، یعنی همون دمای مثلا داره یه اتفاق میفته و تغییر میکنه اون استیت، تغییراتش رو با x.1 بگیریم، این x.1 قابل تعریف با تابعی مانند F1 که این تابع از متغیرهای حالت دیگه، ورودی سیستم و احتمالاً زمان تشکیل شده و ما میتونیم با اینها این رو تعریف. خروجی سیستم چطور؟ خروجی سیستم هم تابعی هست از متغیرهای حالت و ورودی سیستم و احتمالاً زمان. اگر مجموع اینها رو، حالا برای متغیر اول نوشتین، برای متغیر دوم، برای n تا متغیر این کار رو انجام بدید. اگر این مدل رو، کل این مدل رو بخوایم خلاصه بنویسیم، به این صورت بیان میکنیم، میگیم تغییرات اون متغیرها برابر هست با
ضرایبی از متغیرهای حالت و علاوه ضرایبی از ورودی ها، که اینجا هم حالا اون ضرایب رو نسبت به زمانش رو حذف کردیم، نوشتیم تغییرات متغیرهای حالت برابر است با ماتریسی از ضرایب، یعنی وزن داریم در واقع میدیم چقدر تأثیر میذاره روی متغیر حالت، علاوه ضرایبی که در ورودی تأثیر میذاره. خروجی هم همینطور، خروجی هم تابعی هست از متغیرهای حالت با یک سری ضرایب ماتریس سی و یک سری ضرایب از ورودی سیستم. اگر ما این رو بتونیم هر سیستمی رو به این فرم بنویسیم، به این میگیم مدل فضای حالت اون سیستم. توی قسمت قبل خدمتتون عرض کردم ما هر سیستمی رو با سه دسته میتونیم نمایش بدیم، مدل سازی بکنیم. یکی از اون روش های پرکاربرد روش معادلات دیفرانسیل. اینکه یک مدل رو ما چجوری با معادلات دیفرانسیل نشون بدیم در بحث بعدی خدمتتون عرض میکنم، که ما مثلا یک مدل شیمیایی رو میتونیم با معادلات دیفرانسیل نشون بدیم. بسیار خوب، حالا نشونش دادیم، فرض کنید به این شکل بود. این رو اگر بخوایم فضای حالتش رو به دست بیاریم باید چیکار بکنیم؟ اولین کاری که انجام میدیم به ورودی سیستم نگاه میکنیم. اینجا قرارداد گذاشتیم که یو ورودی سیستم ما باشه دیگه. الان یو اس یو مشتقش وجود داره یا نه؟ یعنی چی مشتقش وجود داره؟ یعنی آیا تغییراتی در یو وجود داره؟ ورودی شما تغییر میکنه؟ خیر، پس جز دسته الف هست. مشتق ورودی در معادل دیفرانسیل ظاهر نشده. یعنی چی؟ یعنی ورودیتون متغیر نیست. در اون حالت از یک تغییر متغیر استفاده میکنیم. اون تغییر متغیر به چه شکل است؟ به این شکل که مشاهده میکنیم. الان اینجا استیتاتون وای ها هستن دیگه، درسته؟ از وای تشکیل شده معادلات دیفرانسیلتون و بر حسب وای هست. میایم متغیر متغیر رو چجوری میگیم؟ میگیم استیت اول من، متغیر حالت اول من باشه وای، چون از وای تشکیل شده. الان از زد تشکیل میشد، اینجا زد مینوشتم. میگم متغیر اول حالت من برابر وای باشه، متغیر حالت دوم من وایدات باشه، یعنی تغییرات اون معادله دیفرانسیل. تا کجا؟ تا معادله n. اگر معادلتون مرتبه n هست، ما هم n تا متغیر باید تعریف کنیم. حالا میایم یک مرحله اینجا ما باید بنویسیم، این رو خواستم خودم بنویسم، x.1 میایم مشتق میگیریم، مساوی چی میشه؟ y دات میشه. اینجا x.2 میشه چی؟ y دبل دات. حالا اینجا هم اگه بخوایم بنویسیم، مثلا یه استیت دیگه بنویسیم، y دبل دات. خب پس x.3 میشه چی؟ y سه بار مشتق. بسیار. حالا میام در ستون بعدی. ما میخوایم به چی برسیم؟ ما میخوایم به این برسیم دیگه. گفتیم فرم فضای حالت تو اسلاید قبل بهتون گفتم چجوریه دیگه، درسته؟ این فرم فضای حالته. x دات ها سمت چپ مساوی و ضرایب x و u سمت راست مساوی. حالا اینجا چه اتفاقی افتاده؟ ما میخوایم به این فرم برسیم. این سمت x دات ها رو ساختیم انگار. کارمون درسته. میمونه این سمت. میگم x.1 مساوی y دات شد. خب x.1 رو می‌نویسم، y دات برابر چیه؟ y دات برابر x2. خیلی پس x.1 میشه x2. چرا y رو نمیخوام؟ چون فرم فضای حالت هم این سمت باید چی باشه؟ بر حسب تغییرات این متغیر حالت باشه. متغیر حالت من برای x، بر حسب x تغییراتش اینجا هم باید متغیر حالت رو بنویسم. x.2 مساوی y دبل دات. y دبل دات خودش با چی برابر بود اینجا؟ x3. اگر تا انتها این کار رو بکنیم به این همچین فرمی رو میرسیم. حالا این رو باید به صورت، اگر بخوایم به صورت ماتریسی بنویسیم ببینید چه اتفاق میفته. ببینید این همون چیه؟ این همون x دات ما برابرش اینج که اینجوری مینویسیم در واقع این یک ماتریسه، درسته؟ یعنی x.1 x.2 تا x.n همین. این مثل همین x ها، این x هاشه. این حالا میخوایم AX رو بسازیم. در واقع این ماتریس چیه؟ این ماتریس A ماست، این ماتریس X ماست، این ماتریس B ماست، این هم که U ماست. الان اینو ببینید چجوری نوشتیم. x.1 مساویه 0.x1 یه دونه x2 تموم شد، درست؟ x.1 مساویه x2 اینو ساختم. میام سراغ x.2. x.2 مساویه 0.x1 0.x2 یه دونه x3، درست؟ اگر x.n رو هم بررسی کنید این ضرایب به دست میاد. حالا موند چی؟ موند y ما. y برابر چیه؟ برگردید تون تغییر متغیر، y برابر x1، y برابر x1 باقیش میسته. تمام شد. ما تونستیم فرم فضای حالت این معادله دیفرانسیل رو به دست بیاریم.
یه مثال اینجا براتون حل کردیم. میگیم چی؟ یه معادله دیفرانسیل خیلی ساده. اول نگاه میکنیم ببینیم متغیر آیا ورودیمون مشتقش هست یا نه، آیا ورودی متغیر هست یا نه. میبینیم نه، دو یوه. دو یو یعنی چی؟ یعنی یودات ظاهر نشده، یوداتی وجود ندارد. پس میایم سراغ اون تغییر متغیر همیشگی. چرا وای رو؟ چون معادله دیفرانسیل بر حسب وای نوشته شده. وای رو میگیرم ایکس یک متغیر حالت اولم، وای دات رو میگیرم ایکس دو، وای دبل دات رو میگیرم ایکس سه. خیلی خوب، حالا میام از اینا مشتق میگیرم، وای دات هم میشه ایکس دات، وای دبل دات هم میشه ایکس دو، وای سه بار مشتق مساوی ایکس سه یه بار مشتق. از همه اینا یک بار مشتق گرفته شد. بسیار، حالا میام تغییر متغیر میگیرم، میگم ایکس، من میخوام به چی برسم؟ میخوام به AX به علاوه BU برسم، به شرطی که این ور برابر چی باشه؟ X دات باشه. یعنی این ور متغیرها باشه، تغییرات متغیرها، این ور خود متغیرها. بسیار خوب، این ور خود متغیرها، ببینید چی میشه؟ X دات 1 مساوی با Y دات، Y دات برابر چی؟ X دات، X دات 1 مساوی X، X دات 2 مساوی با X دات 2، ببینید با چی برابره؟ x دات 2 برابر y زگوند، y زگوند خودش با چه برابر x است؟ این هم هست. x دات 3 برابر چیه؟ x دات 3 برابر y 3 بار مشتق. حالا اینو از کجا نوشتید؟ ببینید y 3 بار مشتق از کجا به دست اومده؟ ببینید y 3 بار مشتق رو من از کجا میارم؟ 3 بار مشتق رو در نظر بگیرم، از خود رابطه اصلی. میشه چی؟ میشه منفی 5 تا y 2 بار مشتق به علاوه 35 تا وای یه بار مشتق به علاوه 10 تا وای یه بار مشتق به علاوه 2 تا یو. این مشتق نداره، بذاریم اینو پاک کنیم. بسیار، به علاوه 2 یو، این میشه وای 3 بار مشتق ما. حالا خود وای دبل دات با چی برابر بود؟ وای دبل دات با ایکس دو، پس میشه منفی 5 تا ایکس دو. وای دبل دات برابر بود با ایکس 3، پس میشه منفی 5 تا ایکس 3 علاوه 35 تا یه بار مشتق وای، مشتقش با چی برابر بود؟ با ایکس 2، پس میشه منفی علاوه 35 تا ایکس 2 علاوه 10 تا وای، وای با خود با چی برابر بود؟ با ایکس 1، 10 تا ایکس 1 علاوه 2 تا یو. اینم شد فرم فضای حالت. اگر بخوایم به صورت ماتریسی بنویسیم، دوباره اینجا این همون چیه ماست؟ ماتریس ایکس دات 1، x دات 2 و x دات 3، این ماتریس ماست. حالا این ضرایب رو ببینید، x دات 1 مساوی 0 تا x 1، یه دونه x 2، یه دونه 0 تا x 3، درسته. و در آخر آخرش حالا دیگه برای اینکه وقت نره، x دات 3 ما برابر با 10 تا x 1، 10 تا x 1، چون میدونید دیگه این خود این ماتریس هم اینجا چیه؟ x 1 و x 2 و x 3 هستش، x1، x2، x3. و این هم u ماست. u در کجا ظاهر شده؟ u فقط در x.3 ظاهر شده با ضریب 2. پس ضریب x1، x2، 0 و فقط 2 تا u. x.3 مساوی 2 تا u. وای شما هم که همون x1تونه، این هم ضریب x1. و به همین سادگی معادله فضای حالتتون به دست میاد. حالا در قسمت بعدی فرض کنید که معادله دیفرانسیلتون مشتق یو رو هم داره، یعنی متغیر شما متغیر هست، مشتقش ظاهر شده، یو دات دارین از توان ان، این معادله دیفرانسیل کلی شماست. اگر به این شکل نبود معادله دیفرانسیلتون، باید به ضریبی که وایتون داره بالاترین مرتبه مشتقتون وجود داره تقسیم بکنید. اگر این کار رو انجام بدید، از این تغییر متغیر میتونید استفاده بکنید. این تغییر متغیر رو ما اثباتش رو کار نداریم، فقط میگیم از این تغییر متغیر اگر استفاده کنید و این ضرایب رو تعیین کنید، اون موقع فرم فضای حالت شما به این شکل خواهد بود. این فرم کلی فضای حالتیه که مشتق ورودی در سیستم ظاهر شده. x دات 1 شما برابر خواهد بود با x2 علاوه بتا 1 u. بتا 1 چیه؟ بتا 1 همون b1 منهای a1 بتا 0. حالا این b1 a1 به 0 چیه؟ از این معادله دیفرانسیل به دست میارید. به خاطر همین موضوع عرض کردم که حتما باید به فرم استاندارد باشه که این روابط درست باشن. به همین ترتیب اگر بخواید فرم فضای حالت رو ماتریسی انجام بدید، این ضرایب رو خیلی واضحه دیگه. x دات 1 شما یه ضریب x2 داره، u شما هم یه ضریب بتا 1 داره، یا x دات 2 شما یه x3 داره، یه ضریب x3 داره، یه بتا 2 هم داره. اینجوری که اینجا مشاهده میکنید، بتا 1 u، بتا 2 2 تا اینج. و این هم ماتریس a شما، a x b u. y شما هم که
از همینجا باز به دست میاد. با یک مثال ساده معادله دیفرانسیل را نگاه کنید، مرتبه 3 هست، پس ماتریسش شما هم 3 در 3 خواهد بود، 3 تا متغیر حالت خواهید داشت. با استفاده از اون تغییر متغیری که خدمتتون عرض کردم، x دات 1 مساوی با x2 به علاوه بتا 1u، x دات 1 مساوی x2 بتا 1u. حالا این بتا ها رو چجوری به دست بیارم با ضرایبی که اینجا وجود داره؟ الان اینجا a1 شما 5 هست، a2 شما 6 هست، a3 شما 2 هست. همینطور b0 شما 3 هست، b1 شما 0 هست. چرا؟ چون u.2 u دو بار مشتق ظاهر نشده، پس ضریبش 0 خواهد بود. همینطور b2 شما 2 هست و b3 شما 9 هست. اگر این ضرایب رو با استفاده از این روش جاگذاری کنید، نهایتاً فرم فضای حالتتون به شکل مقابل خواهد بود. حالا میریم وارد قسمت مدل سازی میشیم. حالا پس ما تونستیم نمایش بدیم هر سیستمی رو با مدل ریاضی و فضای حالت تابع تبدیل. حالا میریم مدل سازی بکنیم، اون یک مدل مکانیکی و الکتریکی و شیمیایی رو مدل سازی کنیم و تابع تبدیل به دست بیاریم، معادل دیفرانسیل به دست بیاریم، فضای حالت به دست بیاریم. میریم سراغ این قسمت.